دکتر فاطمه حاجی ولیزاده، رئیس اداره بیماری های عضلانی اسکلتی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت ایران، با اشاره به شیوع بالای پوکی استخوان در کشور و اهمیت افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای پوکی استخوان شدید تاکید کرد. وی اشاره به اینکه پوکی استخوان یک بیماری خاموش است گفت: این بیماری مختص اواخر سنین میانسالی و سالمندی است که با مینارالیزه شدن استخوان اتفاق می‌افتد و سبب می‌شود استخوان‌ها متخلخل و شکننده شوند. در واقع ساختار استخوان به هم می‌خورد و ماده معدنی آنها کم شده و استخوان استحکام خود را از دست می‌دهد. در نتیجه استخوان با کوچکترین ضربه که انتظار نمی‌رود دچار شکستگی می‌شود. او ادامه داد: پس خود پوکی استخوان یک بیماری است که در ظاهر علامتی ندارد و زمان بروز شکستگی تازه علائم آن مشاهده می شود. با توجه به اینکه بیشتر استخوان هایی که پوک می شوند شامل استخوان ستون فقرات، استخوان لگن و سر استخوان ران و ساعد است، شکستگی ها هم بیشتر در این نقاط رخ می دهد. بروز شکستگی سبب ناراحتی و محدودیت حرکتی می شود. بنابراین در سنین بزرگسالی با سالمندانی مواجه می شویم که قدشان کوتاه تر شده و این موضوع هم به واسطه این است که ستون فقراتشان دچار شکستگی شده و یا روی هم خوابیده و این یکی از علائم پوکی استخوان است. او با تاکید بر این که شیوع پوکی استخوان در کشور ما بالا است توضیح داد: پیمایش بررسی وضعیت پوکی استخوان در کشور در سال 1400-1401 انجام شده است. این پیمایش سومین پیمایشی است که از این دست بود که انجام می شد، اما با پیمایش های قبلی تفاوت های زیادی داشت. یکی از مهمترین تفاوت ها این بود که در سطح وسیع از جامعه نمونه‌گیری برای آن انجام شده، بنابر می توانیم نتایج آن را به کشور تعمیم دهیم. پیمایش های قبلی که ما به شکل محدود انجام شده بود، اما این پیمایش مناطق شهری و روستایی را در بر گرفته است. وی افزود: به طور کلی با دو واژه استئوپروز، پوکی استخوان کامل، و استئوپنی، از دست رفتگی چگالی استخوان، البته نه در حد پوکی استخوان کامل، از بروز پوکی استخوان منجر به شکستگی یاد می شود. 60% افراد بالاتر از 50 سال ایران دچار استئوپروز و استئوپنی هستند و از هر 3 خانم بالاتر از 50 سال و از هر 5 مرد بالاتر از 70 سال یک نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شود. دکتر پیمان کاغذیان، پزشک متخصص از دوسلدورف آلمان، با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم سلامت باشید. بزرگوارین آقای دکتر. آقای دکتر به صورت ساده بفرمایید بیماری پوکی استخوان چیه و بیشتر در چه سن و سالی اتفاق می‌افته؟ ببینید، بیماری پوکی استخوان همونجور که خانم دکتر هم فرمودن یک اختلال اسکلتیه که بیشتر تو دوران کهنسالی پیش میاد و ویژگی بارزی که داره استحکام استخونو کم میکنه. یعنی به چه شکل؟ ما در حقیقت در دوران جوانی و از 25 سال صحبت میکنیم تا 35 سال که 25 سال که به اوجش میرسه، ساخت استخوان، یعنی پدیده ساخت استخوان نسبت به پدیده تخریبش بیشتره و از سن 35 به بعد این پدیده در هر انسانی، پدیده تخریب استخوان از ساختش بیشتر میشه. پس طبیعتاً پوکی استخوان در این شرایط به وجود میاد. در حقیقت مشکل ما در برای بیماری پوکی استخوان اینه که بعد از 35 سالگی، مخصوصا در خانم‌ها بعد از 45 سالگی، دوران یائسگی، این مشکلات پوکی استخوان زیادتر از حالت عادی میشه و منجر به یک سری عوارضی میشه که خاموشه. یعنی در حقیقت همونجور که فرمودی این بیماری یک بیماری خاموشه، علامت مثل درد شکستگیش نه، خود بیماری علامتی نداره مگر عوارضش که بیمار دچار علامت میشه. آقای دکتر، تعریف دخان چیز پوچ استخوان بود و تعریف بین‌المللیش. آیا این بیماری چه خطرات متوجه سلامت فرد مبتلا شده میشه؟
ببینید در بیماری، در این بیماری همونجور گفتم بیماری خاموشه، عوارضش همونجور هم که شما در پیشنهاد فرمودید و که بیمار دچار شکستگی میشه و دچار کاهش قد میشه، این یکی از عوارض بسیار ساده این بیماری، یعنی ساده ترین عارضه‌ای که این بیماری میتونه داشته باشه و بهترین عارضه‌اش اینی که قد بیمار کوتاه بشه، اسکولیوز بگیره یا مثلا دردای استخوان هم به دلیل شکستگی داشته باشه، ولی چیزای خیلی بدتری، علائم خیلی بدتری میتونه داشته باشه، مثل شکستگی که منجر به مرگ بیمار میشه، چون شکستگی های لگن، ناحیه لگن، شکستگی هایی که بعد به دلیل استوپروز تو سن بالا اتفاق میفته یا اون پاگوچه استخوان در سن بالاتر اتفاق میفته و این شکستگی ها معمولا بعد از این شکستگی ها بیمار دچار فتمبولی میشه، یعنی آمبولی چربی حتی با عمل، یعنی ما حداقل تو 40% از مریضای بالای 70 سال که دچار شکستگی ها هستن که عمل میکنیم این عارضه رو داریم. ولی عوارض دیگه ای که خب ساده تر، شکستگی های ستون فقراته که به صورت میکرو فرکچر یا شکستگی های بسیار ریز اتفاق میفته و باعث تغییرات ساختاری ستون فقرات و در حقیقت تغییرات و اختلال در حرکات بیمار میشه. این بیمار نمیتونه دیگه راحت حرکت کنه، راه بره، به هر حال دچار اختلالات ستون فقرات شده یا لگن، به هر شکل چیزایی که به شکل کلی میشه اینجا کوتاه صحبت کرد و ایناست که عرض کردم خدمت. آقای دکتر برای پیشگیری از بروز این بیماری چه توصیه‌ای به مردم دارید؟ بفرمایید. ببینید این بیماری یک بیماری خاموش، یک بیماری که یک سری، ببینید ممکنه این بیماری بر اثر مصرف یک سری از داروها اتفاق بیفته. من راجع به استوپروزی صحبت میکنم که طبیعی و خانم دکتر راجع به صحبت کردن تو ایران. ببینید سیگار، مصرف سیگار، مصرف نوشابه های گازدار یا نوشابه های الکلی، اینا همه باعث استوپروز میشه. تغییر سبک زندگی، یعنی ترک این ورزش، ورزش خودش این از ایجاد این بیماری خیلی جلوگیری میکنه، یعنی از بروزش جلوگیری میکنه، از به وجود اومدنش میتونه جلوگیری کنه یا به تغییر بندازه. مصرف صحیح دانه‌های ریز مغذی مثل بادام زمینی، مثل بادوم، مثل آجیلای، مثل بادوم هندی، اینا میتونه منابع مغذی خوبی باشه. مصرف لبنیات، مصرف لبنیات چون کلسیم داره، به هر حال ما باید این روند رو یه جوری ترمیم کنیم به یه شکلی، یا با مصرف دارو که داروهایی هم هست، داروهای مکملی مثل ویتامین دی وجود داره، آلندرونیت وجود داره، بیماری دارویه و من فکر میکنم حرف خانم دکتر که باید این داروها تحت پوشش بیمه قرار بگیره حرف درست و صحیحیه و باید حتما داروهایی که کمک به تأخیر یا بهبود استوپروز میشه تحت پوشش قرار بگیره که مردم راحت بتونن در دسترس داشته باشن و از اختلالات ناشی از اون جلوگیری کنن. سپاسگزارم از شما دکتر. دکتر پیمان کاغذیان، پزشک متخصص از دوسلدورف آلمان با ما همراه بودند.